شیخ محمد الکعبی رئیس دفتر سیاسی جبهه اشاعر جنوب عراق. آمریکا باید برای آزادی گروگان‌های اشرف مداخله کند. اشرفی‌ها همه تحت حفاظت کنوانسیون ژنو هستند و کسانی که مرتکب حمله و جنایت علیه آنها شدند باید محاکمه شوند. الحقيقة المعاناة العراقيين كبيرة وكثيرة نتيجة احتلال العراق وما تسبب به هذا الاحتلال على العراق من كارثة سياسية واقتصادية ودمر كل البنى التحتية وسلم مع الأسف تم تسليم العراق على طبق من ألماز إلى نظام الملال في إيران وهذه الإطرازات التي تحصل لأبناء شعبنا هي إنتاج وصناعة يتم الرسم لها في طهران وتنفيذها في العراق تعرضت ما تعرض لمعسكر أشرف من الأشرفيين ولذلك ما تم من انتهاك صارخ وفظيع لخطوطهم وبالأخير وقبل أيام قبل أكثر من 60 يوم تم اختطاف السبع الرهائن وهذه جريمة من العيار الثقيل والأشرفيين أيضا تحملوا هذه الكارثة بالرغم من أنه لهم حماية دولية لكن هذا الانتهاك صريح وقاطع نحن نستنكره بكل المعايير الإنسانية لأنه لا يرتقي إلى مستوى الإنسانية بل يرتقي هذا الفعل إلى مستوى الوحوش وهذه الجريمة يجب أن يحاكم المسؤولين عنها وتطالب من القوات الأمريكية لأن هي المسؤولة وتتحمل المسؤولة والأمريكان الآن هم في اختبار أخلاق كبير والمرتبطين بفيلق القدس الإيراني هذا الفيلق المجرم الذي قتل العراقيين ولا زال يقطع العراقيين على أساس طائفيا ومناطقيا وقوميا وجهويا هؤلاء تم استهدافهم من قبل هذه العصابات المجرمة ولذلك أنا حقيقة مع كل إخواني وزملاء الناشطين في حقوق الإنسان أو التيارات الوطنية الفاعلة والعاملة في العراق نستنكر هذه الجريمة البشعة النكراء ونطالب المجتمع الدولي أن يقف موقفا والعراقيين بإذن الله قريبا سيقولوا قول الفصل اتجاه كل هؤلاء الذين أصبحوا تابعين وخاضعين ومنطقين لنظام الملال في طهران والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته گزارش تلویزیون های تغییر و البابلیه از کارزار اعتصاب غذای مجاهدان لیبرتی برای آزادی هفت گروگان اشرفی دکتر شیخلی رئیس مرکز ملی برای عدالت دولت مالکی و نیروی امنیتی آن مسئول جنایت اول سپتامبر در اشرف است این یک پرونده بین المللی است و مالکی باید هفت گروگان را به لیبرتی بازگرداند تلویزیون التغییر اعتصاب غذای اعضای سازمان مجاهدین خلق در لیبرتی و پنج کشور اروپایی 72 روز خود را پشت سر گذاشت آنها خواستار آزادی هفت گروگان روبوده شده از اشرف هستند وضعیت ده‌ها تن از اعتصابی ها به شدت وخیم شده و با مشکلات و ضعف ناشی از اعتصاب غذا و اخلال در سیستم های گوارشی به بیمارستان ها منتقل شدند آنها به رغم وضعیت سختی که دارند بر ادامه اعتصاب غذای خود تا محقق شدن اهدافشان که در صدر آنها آزادی هفت گروگانی است که نیروهای وابسته به دولت عراق آنها را ربودند تأکید کردند ودخل إضراب عناصر مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في العراق وخمس دول أوروبية يومه 72 وذلك للمطالبة بإطلاق سراح رهائن السبع المختطفين في مخيم أشرف وذكرت مصادر إيرانية أن صحة العشرات من المضربين عن الطعام تدهورت بشكل كبير وتم نقلهم إلى المستشفيات لتعرضهم لمضاعفات ناجمة عن الإضراب واختلالات في جهاز الهضم وأكد المضربون عن الطعام رغم حالتهم الصحية الصعبة أكدوا إصرارهم على مواصلة الإضراب حتى تحقيق أهدافهم وفي مقدمتها إطلاق سراح رهائن السبعة الذين اختطفتهم قوات تابعة للحكومة العراقية لدى هجومه على مخيم أشرف في الأول من أيلول سبتمبر الماضي بحسب المقاومة الإيرانية تلفزيون البابلية
ساکنان لیبرتی از حدود 3 ماه پیش دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار آزادی 7 گروگان روبوده شده از اشرف هستند. این اعتصاب غذا باعث شده است که وضعیت بسیاری از اعتصاب غذا کنندگان وخیم شود. اهلا بكم مشاهدين الكرام معنا في حلقة جديدة من برنامج البعد الرابع. اضراب الاشرفيين لن ينتهي باطلاق الرهائن. اذا دخل اضراب عناصر مجاهدي خلق الايرانية المعارضة وانصارهم في 5 دول يومه 71، وذلك للمطالبة باطلاق سراح 7 من عناصر ليبرتي. وأكدت المصادر تدهور صحة العشرات من سكان المخيم وتم نقل البعض منهم إلى المستشفيات. دكتور محمد الشيخلي رئيس مركز ملي برای عدالت به تلویزیون البابلیه گفت ما دولت نوری مالکی را مسئول این جنایت زشت و مسئول سلامتی خواهران و برادر ربوده شده می دانیم و بر ضرورت آزادی آنها و برگرداندنشان تأکید می کنیم و همچنین هیئت یونامی را فرا می خوانیم که فوراً دخالت کند و تلاش کند تا آنها آزاد و به لیبرتی برگردانده شوند. وی افزود از لحظه اولی که ارگان سرکوبگر امنیتی وابسته به دولت نوری مالکی در اول سپتامبر گذشته به قرارگاه اشرف یورش برد، با دوربین و عکس و فیلم همه فعالیت های این ارگان مستند شد. این اسناد به سازمان ملل و اتحادیه اروپا و همه سازمان های انسان دوست تحویل داده شده است و حتی اعضای پارلمان عراق نیز این سند مهم را دیدند. همه می دانند که دولت نوری مالکی و نیروی حفاظت اشرف نخستین عاملان و مسئول این جنایت هستند و آنها هستند که باید مورد حسابرسی و در قفس عدالت قرار گیرند. ما در برابر یک جنایت علیه بشریت قرار داریم. این پرونده در حال حاضر به یک پرونده بین المللی تبدیل شده است. دکتر الشیخلی اضافه کرد خواهران و برادران اشرفی پیام آزادگی در جهان دارند و همه می دانند و جامعه جهانی می داند که این جنبش یک جنبش آزادی بخش است و هدفش رهایی مردم ایران از دیکتاتوری است.